در این بخش می‌خوایم به عنوان مثال برنامه کاربردی نوت‌پد رو به شکل کامل پیاده سازی کنیم. اهدافی که تو این بخش دنبال می‌کنیم توسط این برنامه در بخش اول معرفی منوها، ایجاد منو و برنامه نویسی منوهاست. هدف دوم استفاده از جعبه‌های گفتگوی متداول یا همون کامان دیالوگ باکس هاست و استفاده از اونا. این جعبه‌ها مثل Open, Save, Save As, Print, Help پنجره‌هایی هستن که در تمام نرم افزارا به صورت استاندارد موجودن. هدف اصلی مفهوم فایل و استفاده از فایله. تو این مثال با سطح دسترسی پرایویت و پابلیک اجزا داده و تابعی کلاس ها آشنا میشیم. سازنده ها یا کانستراکتور های کلاس رو در این مثال میشناسیم و موضوع خیلی مهم دیگه ایجاد برنامه های چند فرمی و ارتباط بین فرما رو که توسط سازنده کلاس ها اتفاق میفته رو یاد میگیریم. به ویژوال استودیو میریم، یه برنامه جدید ایجاد میکنیم. خب اگه به نوت‌پد دقت کرده باشید نوت‌پد چیزی نیست جز یه فرم، یه منو و یه جعبه متن که این جعبه متن دارای دوتا اسکروله. سعی میکنیم برنامه‌مون رو به شکل نوت‌پد استاندارد در بیاریم. خب ظاهراً یه تکست باکس داره، ما هم یه تکست باکس میذاریم. خب سعی میکنیم عرضش رو بزرگ کنیم، میبینیم که نمیشه. تکست باکس به صورت پیش‌فرض تک خطیه، اما میشه چند خطیش کرد. میتونیم از جعبه پراپرتی این کار رو کنیم، پراپرتی مالتی لاین رو شروع کنیم یا از این تگ هوشمند که پراپرتی های مهم توشن انجام بدیم، فرقی نمی کنه، مالتی لاینش میکنیم. خب برنامه رو رام میکنیم. خیلی شبیه نوت‌پد استاندارد نشده، همینطور که میبینید کنترل از بغل میشه بزرگ و کوچیک کرد ولی جعبه متن همراهش بزرگ و کوچیک نمیشه. خب کنترل ها رو میشه داکت کرد، به هر جایی میخ کرد. این کنترل میشه به بالا، چپ، راست، پایین کانتینر ها میخ کرد. کنترل خصوصیتی وجود داره، پراپرتی وجود داره به اسم داک، میخ کردن، که الان این کنترل به جایی میخ نشده. من میتونم بالا، چپ، وسط، الی آخر میخش کنم که الان به سمت راست میخش میکنیم، میشه رایت. اگه دقت کنید این جعبه متن به راست این فرم چسبیده میخ شده، اما از سمت دیگه نه. خب همون جور که واضح استش جعبه متن توی برنامه نوت‌پد به فیل یا درون میخ شده. حالا بیشتر ظاهره برنامه اون شبیه نوت‌پد شد. یه تنظیماتی هم رو فرم انجام میدیم. فرض کنید تایتلش رو مای نوت‌پد کنیم، و فونت جاری رو تنظیم میکنیم. خب همینطور که میبینید تو نوت‌پد میشه چند خط نوشت، اما برعکس نوت‌پد ویندوز که اسکرول داره جعبه متن ما اسکرول نداره. خب میتونیم برای تکست باکس اسکرول ها رو هم روشن کنیم، یعنی همونطور که تکست باکس پراپرتی تکست و بک کالر و فور کالر داره، پراپرتی برای اسکرول داره به اسم اسکرول. اسکرول بارا نه اونن، هیچ کدومو نداره. میتونه هوریزنتال باشه
ورتیکال باشه، افقی، عمودی یا هر دو. ما هر دو رو میدیم. اما همونطور که میبینید وقتی هر دو رو بهش میدیم به صورت پیش‌فرض فقط اسکرول عمودی داده. بنابراین میبینید که اگه چند خط تایپ کنیم اسکرول قابل استفاده کردنه. اما اگه سعی کنیم بیش از یه خط بنویسیم، در یه خط بیشتر از ابعاد بنویسیم، متن رو برای ما میشکنه. اسکرول افقی داده نمیشه. همینطور که میبینید با بزرگ کردن متن بیشتری نمایش داده میشه در یک خط. به این خاصیت ورد رپ میگن. چون تکست باکس خاصیت ورد رپش تروه، این خاصیت اتفاق افتاده. ورد رپ تکست باکس رو فالس میکنیم. حالا دیگه اجازه نداره متن رو بشکنه. همینطور که میبینید اسکرول افقی و عمودی ظاهر شده. همینطور که میبینید عمودی داریم و اسکرول افقی هم قابل استفاده است. خب ظاهر اپلیکیشنمون تا حدی شبیه نوت‌پد شده. چیزی که کم داره یه مین منو. در ادامه میخواییم مین منو رو اضافه کنیم. برای اضافه کردن مین منو کافیه که به جعبه ابزار برید، از تب منوها روی منو استرایپ دابل کلیک کنید. نوار منو، منیو استرایپ. منیو استرایپ اینجا میاد که عملا ویزیبل نداره. شروع میکنیم ایجاد کردنش. خیلی کار سادهیه. شروع میکنید منوتون رو ایجاد کردن. فرض کنید میخواییم گزینه اولمون فایل باشه. اگه میخواییم افمون اکتیف باشه اند فایل. حالا میتونیم گزینه درونی یا گزینه بغلی رو ایجاد کنیم. پس سرمنو فایل درونش با یک کلیک کردن ایجاد میشه. نیو اپن سیو سیو از. اگه دلمون بخواد سپریت لاین یا خط جدا کننده بزنیم یه منها میزنیم. فرض کنید پرینت سپریت لاین و فرض کنید اگزیت. همینطور که میبینید منو ایجاد شده. میتونیم منوی بغل دست رو ایجاد کنیم. فرض کنید اند ادیت. خواهیم ای اکتیو باشه. اندو کات کپی پیست الاخر. بنابراین رام میگیریم. همینطور که مشاهده میکنید برای این نوت‌پدمون منو ایجاد شده. فایل ادیت. هر کدوم از گزینه‌های منو رو میتونیم انتخاب کنیم و خصوصیاتش رو توی پراپرتی باکس یا جعبه خصوصیات تغییر بدیم. مثلا نیو رو انتخاب کنیم. همه اجزاش رو توی جعبه پراپرتی تغییر بدیم. نامش شده نیو تولز استرایپ منو آیتم. فرض کنید بخوایم برای شورتکات بذاریم. یه خصوصیتی وجود داره به اسم شورتکات کیز. همینطور که میبینید نداره. سعی کنید شورتکات ها رو با نرم افزارهای استاندارد یکی بذارید. یعنی مثلا سیف باید همون کنترل اس باشه تو کاربر به همون چیزایی که عادت داره کار کنه. کپی و پیست و همون کنترل سی و کنترل وی باید در نظر بگیریم. مثلا کنترل ان برای نیو کردن در نظر میگیریم. همینجور که میبینید برایش یه شورتکات گذاشته شد. یا میتونیم مثلا اگزیت رو
فرض کنید Alt X در نظر بگیریم که معمولا Alt Xه، یا هر کلید دیگه ای که میخواییم، یا حتی میتونیم رو گزینه هامون راست کلیک بگیریم، تنظیمات روش انجام بدیم، مثلا چکدار باشه، enabled باشه، نباشه. مثلا میتونیم set image بهش عکس نسبت بدیم، هر منو پشتش یه عکس لوگو مانند داشته باشه. بنابراین به راحتی میتونیم دیزاین منوونو ایجاد کنیم. راه ساده تر هم وجود داره. منو رو حذف میکنم، مجدداً ایجاد میکنم. روی منیو استرایپ دابل کلیک میکنیم. روی نوار منو راست کلیک میکنیم. Insert استاندارد آیتم میذاریم. خودش منوهای استاندارد رو برای ما ایجاد میکنه. بعد ما منوهای مورد نیازمون رو بهش اضافه و کم میکنیم. اگه دقت کنید، فایل، نیو، ادیت الی آخر، که با آلت هم خب نگهداریم کلیدهای فوریش میان، مثلا آلت ای. حالا بخشی رو که کم داره اضافه میکنیم. ظاهرا توی فایل چیزی کم نداره. Undo, Redo, Cut, Copy, Paste، گزینه‌هایی که می‌خوایم به این اضافه می‌کنیم. چون می‌خوایم گزینه‌های Find و Find Next و Replace و Go To رو برنامه نویسی کنیم، به این اضافه می‌کنیم. Find میتونیم منوها رو جابجا کنیم. دو تا سلکت آل داریم، میتونیم یکشو پاک کنیم. با کلید دیلیت به راحتی پاک میشه. فرض کنید سپریت بلایند بزنیم. میتونیم سلکت آل از اینجا بگیریم، با درگ کردن به محل مناسب بیاریم. یا برای تک تک اینا میتونیم شورتکات تعریف کنیم. مثلا کنترل ال. خب سعی میکنیم منوامون تا حدی شبیه نوتپد بشن. فرمت، ویو، بنابراین تولز رو لازم نداریم. چون F گزینه اکتیو یا فعال تو فایله، تو فرمت پشت O ان میذاریم. کمی فرمتمون رو تغییر میدیم. فرمت ما فونت رو تغییر بده. فرض کنیم بک کالر رو تغییر بده. فور کالر رو تغییر بده. میتونیم درون بک کالر زیر منو ایجاد کنیم. فرض کنیم وایت، پس زمینه رد، بلو، گزینه بعدی رو در نظر میگیریم به اسم ویو. یه میله وضعیت میخواییم در نظر بگیریم، همونطور که نوتپد داره. همینطور که میبینید تو ویوش استاتیوس بار داره. میله وضعیت وضعیت فعلی نرم افزار رو نشون میده. ما هم میخواییم از میله وضعیت استفاده کنیم که تو ویو میتونیم ظاهرش کنیم، میتونیم ببریمش. تو فرمت فونت و ورد رف وجود داشته، میتونیم ما هم اضافه کنیم. یعنی تو فرمت میتونیم ورد رف هم اضافه کنیم. همونطور که دیدید متن شکسته بشه یا شکسته نشه،
اسکرول بخوره. تو ویو استاتیوس بار، خب هلپم میاریمش، انتا ظاهره منو ساخته شده، منو فایل ادیت فرمت، برای اینکه درک کنیم زیر منو چجوری کار میکنه ایجاد شده، زیر منو براش ایجاد کردیم، ویو و هل. خب قطعاً چون پس زمینه سفیده بهتر سفید بای دیفالت چک خورده باشه، تیک خورده باشه. خیلی ساده گزینه مورد نظر رو انتخاب میکنیم، تو جعبه پراپرتی خصوصیتاشو تغییر میدیم، چکت بای دیفالت فالس یعنی تیک نداشته باشه، اگه تروش کنید بای دیفالت چک داره در خروجی. خب به صورت پیش‌فرض استاتیوس بار دیده نمیشه، پس درسته که دیده نشه، اما همونطور که تو نوتپد ویندوز میبینید ویو استاتیوس بار با هر بار کلیک کردن چکتش میاد و میره و میله وضعیت رو میاره و میبره. درسته به صورت پیش فرض دیده نمیشه و تیک نداره، اما با هر بار کلیک کردن یه بار تیک میاد یه بار میره. برای این استاتیوس بار رو انتخاب میکنیم، این دفعه به جای چکت که ترو کنیم به صورت پیش فرض ترو باشه، چکدان کلیکش رو ترو میکنیم. چکدان کلیک یعنی به ازای هر بار کلیک کردن ترو و فالس بشه، انتخاب و غیر انتخاب بشه. بعدن با برنامه نویسی استاتیوس بار رو روشن و خاموش میکنیم. خب بعد از اینکه ظاهر نرم افزار در اومد نوبت کد نویسیه. قبل از کد نویسی باید نامگذاری ها رو انجام داد. گزینه هایی که برای منو نامگذاری شده مناسب هستن. بنابراین استاتیوس بار تول اسرایب منو آیتمه. تول اسرایب منو آیتم اسم کلاس گزینه های منوه. همونطور که باتن اسم کلاس دکمه و تکست باکس اسم کلاس جعبه متن بوده. خب این جعبه متنمون هم نامگذاری میکنیم. TXT Notepad. برنامه نویسی گزینه های منو دقیقا مثل برنامه نویسی باتن ها و تکست باکس هاست. یعنی هر گزینه رخداد داره و میشه رخداداشو برنامه نویسی کرد، که رخداد پیش فرض هم کلیکه، یعنی با دابل کلیک میشه برنامه نویسی براش کرد. فرض کنید بخوایم اگزیت رو برنامه نویسی کنیم، یا باید از اینجا بریم، یا اگه رخداد پیش فرض رو میخوایم که کلیکه با دابل کلیک هم میتونیم بریم. همینطور که میبینید رخداد ایجاد شده، اگزیت تول استرایپ منیو آیتم کلیکش، سندر و ای هم ورودی هم. دقیقا مثل رویدادهای سایر کنترل ها. ما فعلا فقط از کلاس اپلیکیشن که قبلا توضیح دادیم متد اگزیت رو انتخاب میکنیم. بعدا به این کد خیلی باید اضافه کنیم، در ادامه برنامه تغییرش میدیم. فقط میخواستم نشون بدم که برنامه نویسی گزینه های منو هم مثل سایر کنترل هاست، برنامه رو اجرا میکنیم. میتونیم با انتخاب فایل اگزیت برنامه رو خاتمه بدیم، یا دادن کلید فوریش که اگه یادتون باشه کلید فوری حتی در این مورد تعریف نکردیم، بریم تعریف کنیم. Alt X در نظر گرفتیم، اگر Alt X هم بزنی برنامه خاتمه پیدا میکنه. و پس برنامه نویسی گزینه های منو هم به همون راحتیه، تمام قوانینی که گفتیم صادقه. همه بخش ها رو میخواییم شروع کنیم برنامه نویسی کردن.
از بخش‌های ساده‌تر شروع می‌کنیم. خب بیایم گزینه بکاله رو برنامه نویسی کنیم. پس زمینه نطفه می‌خوایم رنگش تغییر کنه. چون عمل کرده اینا شبیه همه، هر چهارتا رو می‌خوام با یه زیر برنامه بنویسم. پس چهار گزینه رو انتخاب می‌کنم. گزینه بکاله رو انتخاب نشده باشه. به پنجره کد میرم. پنجره پراپرتی. رخداد مورد نظر رو انتخاب میکنم. اسم مورد نظر رو مینویسم. set بکاله. خب حالا میخوام رنگ رو تنظیم کنم. یعنی چه از منو رد بریم به اینجا میریم، چه از منو گرین. سندر مرجع به منویه که موجب فراخوانی شده. بنابراین خیلی ساده میگیم جعب متن رنگ پس زمینت مساوی باشه با، از سندر استفاده میکنیم، اسم رنگ رو به دست میاریم و از اسم رنگ خود رنگ رو به دست میاریم. color structure یا کلاس آماده ای استش که تو دات نت برای کار با رنگه. دات همونطور که رد داشت یه متد داره به اسم from name. from name از روی نام رنگ رنگو تولید میکنه، یه رشته میگیره به اسم نام رنگ. حالا ما باید نام رنگو به دست بیاریم. رنگی که روش کلیک شده از طریق سندر اومده، فقط کافی به نام رنگ از طریق سندر دسترسی پیدا کنیم. قطعا درک میکنید تبدیل به باتن نمیکنم، چون گزینه های منو از جنس باتن نیستن، اما تول استرایپ منو آیتم هم. تول استرایپ آیتم کن سندر رو بخش متنش. بخش متن گزینه کلیک شده رو به عنوان ورودی پاس میدم. اون تبدیل به رنگش میکنه و نمایش میده. برنامه رو اجرا میگیریم. همینطور که میبینی با کلیک روی قرمز سندر مرجع به منوی میشه که متنش قرمزه، رد رو به فرام نیم از کالر میدیم، رنگ تولید میشه. حالا بریم گزینه بعدی. خب مشکل اینجاست که اون چکت حرکت نمیکنه. میخوایم قطع کدی بنویسیم که موجب شه که این چکت هم درست حرکت کنه. یعنی اگه ما رو گزینه گرین هستیم، چکت رو گرین باشه. و همه این گزینه ها باید چک بشن. گزینه‌ای که روش کلیک شده که در از همون سندره چک دار بشه، سایر گزینه ها چکتشون برداشته شه. وقتی توی مجموعه میخوایم حرکت کنیم یاد فوریچ میافتیم. به کمک فوریچ هم میتونیم چک تو حرکت بدیم. میگیم برای هر، خب گزینه های ما دیگه از جنس باتن نیستن، از جنس تول استرایب منو هستن. تول استرایب منیو آیتمز هر اسمی دلمون میخواد میدیم. X در، خب این زیر منوها توی گزینه بک کالر رو اگه دقت کنید، بک کالر تول استرایب منو آیتم، یه گزینه داره دراپ داون آیتمز. دراپ داون آیتمز، دراپ داون آیتمز کالکشنیه، مجموعی است از زیر منوهای یک منو. یعنی زیر منوهای بک کالر توی دراپ داون آیتمز. بنابراین برای هر منو X در زیر منوهای بک کالر، یه بار X به منو وایت اشاره میکنه، یه بار X به گرین، بلو، الی آخر. حالا اگر X ما با سندر یکیه، میتونیم از ایکوال استفاده کنیم، میتونیم از متنش استفاده کنیم، متنشون یکیه. ایکوال تو تمرینای قبلی گفتیم با سندر یکیه. خب پس ما رو گزینه هستیم که با سندر یکیه، کافیه که چکتش رو ترو کنیم.
در غیر این صورت این گزینه گزینه نیست که روش کلیک شده، باید چکتشو فالس کنی. پس این فوریش تمام زیر منوهای بکاله رو جستجو میکنه، اونی که با سندر یکی رو ترو میکنه بقیه رو فالس رام میگیریم. گرین همینطور که میبینید تک تک گزینه ها چک شده، اونی که با سندر یکی تیک داره بقیه تیک ندارن. الاخر همینطور که دید خاصیت سندر رو مجددا تو این بخش استفاده کردیم. خب در ادامه میخواییم استاتیوس بار رو بنویسیم. برای ایجاد میله وضعیت همونطور که منیو استرایپ منو اصلی رو میساخت، استاتیوس استرایپ میله وضعیت رو میسازه. با دابل کلیک روی استاتیوس استرایپ یه گزینه رو روی فرم بذارید، در محل مناسب قرار میگیره. خب نامش رو تنظیم میکنیم روی استاتیوس بار 1. حالا میخوام این استاتیوس بار 1 در صورتی که استاتیوس بار تیک داشته باشه دیده شه، در غیر این صورت دیده نشه. چون بای دیفالت تیک نداشتیم مرئی بودن اینم برداشتیم. برای این منظور کافیه که چکت این گزینه منو رو توی ویزیبل یا همون مرئی و نامرئی بودن این کپی کنیم. به پنجره کد میریم، با دابل کلیک رخداد کلیکش رو میسازیم. خب گزینه‌ای که روش کلیک کردیم استاتیوس بار تول استرایپ منو آیتمه. گزینه‌ای که اون پایین داریم استاتیوس بار 1. نیستیم استاتیوس بار 1 بخش ویزیبلش. فرض کن اگه بگیم فالس، خب قطعا روش کلیک کنیم فالس میشه. اگه ما روی این کلیک کنیم این فالس میشه. اما نمیخوایم فالس بشه، میخوایم اگه چکدار بود دیده شه، اگه چکدار نبود دیده نشه. استاتیوس بار تول استرایپ منو آیتم اسم گزینه منوه دات چکدش. برای من اگه چک داشت دیده شه، اگه چک نداشت دیده نشه. چون به صورت پیش فرض چک نداره ویزیبل اینو فالس میکنیم. پس به صورت پیش فرض دیده نمیشه. همینطور که میبینید میله وضعیت میاد و میره. به میله وضعیتمون فعلا یه لیبل اضافه میکنیم. به میله وضعیت همه چی میشه اضافه کرد، یه لیبل اضافه میکنیم. میله وضعیت باید وضعیت فعلی نرم افزار رو نشون بده. در ادامه قرار برنامه نویسیش کنیم، اما فعلا متن فقط ردی رو بهش اضافه میکنیم. به لیبله نشون دهنده اینه که آماده ای کاره. همینطور که میبینید میله وضعیت دیده نمیشه. حالا میله وضعیت دیده شد. در آینده وقتی سیف میکنیم جایی ردی می‌نویسیم سیفت فایل، آن سیفت فایل الاخر، و قرار سطر و ستون محل جاری رو هم توی این میله وضعیت نمایش بدیم. در ادامه میخواییم از جعبه های گفتگوی متداول یا همون کادرهای محاوره‌ای متداول یا کاماند دیالوگ باکس ها استفاده کنیم. این جعبه ها جوابی هستن که کار اصلیشون جمع‌آوری اطلاعات از کاربر هستش. بین تمام نرم افزارها مشترکه. پنجره‌هایی مثل اوپن، سیو، سیو اس، پرینت، هلپ، الی آخر پنجره‌های گفتگوی متداول.
استفاده از این پنجره دو تا مزیت داره. مزیت اولش که خب بازه هستش، چون این جعبه ها آماده هستن و شما ازشون استفاده میکنید، برنامه نویسیش بی نهایت ساده است. اما مزیت اصلی این جعبه متحدالشکل شدن نرم افزار شما با نرم افزارهای استاندارده، چون توی نوتپد ویندوز، توی ورد مایکروسافت، توی سایر بخش ها از پنجره اوپن و سیو جعبه های گفتگو استفاده شده. شما مگه از این جعبه ها استفاده کنید، نرم افزار شما به شکل استاندارد تبدیل میشه. کاربر نهایی وقتی با پنجره های شما کار میکنه، با نرم افزار شما کار میکنه، احساس آشنایی میکنه. بنابراین برای اینکه یوزر فرندلی بره بالا، تا میتونید باید از این جعبه های گفتگوی متداول استفاده کنید. استفاده از این جعبه ها خیلی راحته. تو شروع میخوایم گزینه فور کالر رو باش برنامه نویسی کنیم. میخوایم وقتی که فور کالر رو کلیک میکنیم، پلت رنگ باز شه، جعبه گفتگوی رنگ باز شه. کاربر وقتی یه رنگ انتخاب کرد، رنگ قلم تغییر کنه. خب برای استفاده از جعبه های گفتگو باید به نرم افزار اضافه شون کنیم. توی تولز، دیالوگا، همونطور که میبینید کالر دیالوگ داریم. کالر دیالوگ رو به پنجره اضافه میکنیم. نامش شده کالر دیالوگ 1. به کد فور کالر میریم. فور کالر تول استرایب منیو آیتم. برای استفاده از یه جعبه گفتگو سه تا کار باید انجام بدید. 1. تنظیمش کنید. 2. نمایشش بدید. 3. از داده جمع‌آوری شدهش استفاده کنید. باید اینا به ترتیب انجام شن، یعنی تنظیم باشه، بعد خطوط بعدی نمایشه، خطوط بعدی استفاده از داده های جمع‌آوری شده است. ما فقط فعلا خط وسطش رو می نویسیم. Color Dialog 1 Show Dialog. فقط خط وسط، یعنی تنظیمش نکردیم اینجا، همچنین از داده جمع‌آوری شدهش استفاده نکردیم. تنظیمات قبل از نمایشه و استفاده از داده جمع‌آوری شده بعد از نمایشه. پنجره رو اجرا میکنیم. همینطور که میبینید فور کالر کالر دیالوگ رو باز کرده. اما اگه شما قرمز انتخاب کنید، اوکی بزنید، اعمال نشده، چون از داده جمع‌آوری شده استفاده نکردید. خب استفاده از داده جمع‌آوری شده بعد از نمایشه. تکست باکس نوتپد، رنگ قلمت بشه رنگی که کاربر انتخاب کرده. کالر دیالوگ یه پراپرتی داره به اسم کالر که رنگ انتخاب شده توسط کاربر در اون قرار داره. کالر دیالوگ 1 کالر، رنگ انتخاب شده توسط کاربر توی پراپرتی کالر از یه جعبه رنگ قرار داره. این خط حتما باید بعد از نمایش باشه. زمانی که استفاده میکنیم از جعبه گفتگو، جعبه گفتگو سمت راست مساویه، زمانی که تنظیمش میکنیم سمت چپ مساویه. خب همینطور که میبینید باز میشه ولی تنظیم نشده است. قرمز انتخاب میکنم ولی اعمال شده، میشه تنظیم کرد. تنظیم کردن یعنی چی؟ یعنی خصوصیاتاشو تنظیم کردن. برای اگه کالر دیالوگ رو نگاه کنید، جعبه پراپرتی یه سری خصوصیات رو قبل از نمایش تنظیم کرد. Allow full open اجازه میده تمام صفحه بشه یا نه. Full open الان فالسه، یعنی تمام قد باز نمیشه، میشه تمام قد بازش کرد. الی آخر. بنابراین من میتونم تنظیم کنم، هر چند تنظیم رو دلم میخواد میتونم اعمال کنم. تنظیمات بالای نمایشه و موقع تنظیم جعبه‌های گفتگو سمت چپ مساوی قرار میگیرن. فول اوپن مساوی ترو، یعنی قبل از نمایش تمام قد میکنیمش، بازش میکنیم. حالا دقت کنید، لحظه که باز میشه تمام قده، که میشه رنگ ترکیبی ساخت یا از رنگای استاندارد انتخاب کرد.
خب دیدید استفاده از این جواب خیلی کار ساده ایه. حالا بیاین فونت رو بنویسیم. خب قطعا به جای کالر دایلوگ فونت دایلوگ لازم داریم. یه فونت دایلوگ به برنامه اضافه میکنیم. فونت دایلوگ یک. میتونیم نمایشش بدیم. شو دایلوگ. چون متد پرانتز همینطور که می‌بینید فرم فونت باز شده، اما اگه شما سایز رو 72 هم بذاری تأثیری نداره چون استفاده نکردیم. حالا میتونیم بگیم جعبه مت فونت انتخاب شده کاربر بشه. فونت دایالوگ یک بخش فونتش برای من رام میگیرم. فرض کنید فونت سایز میذارم 36. همینطور که میبینید فونت سایز تغییر کرد. فونت شامل فونت نیم، فونت سایز و استایلاش بولد و ایتالیک و الاخر با همه. اگه دقت کنید جعبه تنظیم نشده است. یعنی ما هممون میدونیم که فونت پیشفرض تکست باکس تا هما تنظیم شده. خودمون تنظیم کردیم تا هما 14. اما دقت کنید وقتی فونت دایلوگ باز میشه فونت جاری انتخاب نشده. خب منطقا بهتره که لحظه که باز میشه فونت جاری انتخاب بشه. میشه تنظیم کردن قبل نمایش. عکس خط رو مینویسیم. فونت دایلوگ یک دات فونتت بشه فونت جاری جعبه مت. حالا خوبیش اینه که وقتی که پنجره نمایش داده میشه فونت جاری به صورت پیش‌فرض دیده میشه. تاهما، ریگولار و 14. که حالا اگه من فونت رو تبدیل کردم به 48 میتونم استفاده کنم. بازم دیدیم که تنظیمش میکنیم، استفادهش میکنیم، نمایشش میدیم، از داده جمع‌آوری شده استفاده میکنیم. یاد گرفتیم که فونت انتخاب شده تو پراپرتی فونت از یه جعبه فونت ذخیره میشه، همونطور که رنگ انتخاب شده تو پراپرتی کالر از یه جعبه رنگ ذخیره میشه. خب ادامه بدیم. در ادامه میخواییم مفهوم فایل رو بگیم که یه مفهوم فوق‌العاده مهمیه. برای اینکه درک کنیم راجع به چی صحبت میکنیم فرض کنید من رنگ پس زمینه رو تبدیل به قرمز میکنم. الان رنگ پس زمینه قرمزه. از برنامه خارج میشم. مجدد وارد میشم. رنگ پس زمینه سفید شده. شما داده ها یا تغییراتی که در اجرای قبلی وارد کردید و در اجرای بعدی نمیبینید. دلیلش اینه که این تغییرات توی حافظه اصلی یا رم اتفاق میفته و با خارج شدن برنامه یا خاموش شدن سیستم کل رم ریفرش میشه و مقادیرش رو از دست میده. بنابراین داده هایی که در اجرای قبلی وارد شده در اجرای بعدی موجود نیستن. برای اینکه داده های وارد شده در اجرای قبلی در اجرای بعدی موجود باشن یا تنظیماتی که در اجرای قبلی میکنید در اجرای بعدی موجود باشن، تنها راهش اینه که اون رو حافظه جانبی ذخیره کنید. اطلاعات رو حافظه جانبی به صورت دائمی ذخیره میشه. اما برای اینکه از داده ها بشه استفاده کرد، زیاد کرد، کم کرد، نمایشش داد، باید داده ها در حافظه اصلی یا همون رم باشن. بنابراین در لحظه خروج آدم میتونه داده ها رو یا تنظیمات رو روی حافظه جانبی ذخیره کنه. در اجرای بعدی قبل از نمایش میتونه داده ها رو از حافظه جانبی خونده بیاره داخل رم تا قابل استفاده بشن.
به این شکل آدم احساس میکنه داده‌هایی که در اجرای قبلی وارد کرده در اجرای بعدی موجود هستن. برای اینکه اطلاعات رو حافظه جانبی یعنی هارد دیسک، سی دی، فلاپی، کول دیسک، فلش مموری الی آخر ذخیره بشن، باید از فایل استفاده کنیم. فایل امکاناتی از سیستم عاملی که ما بتونیم اطلاعات رو حافظه جانبی ذخیره کنیم. اگه فایل رو با هیچ فرمت خاصی ذخیره و بازیابی نکنیم، یعنی نظم خاصی بهش ندیم، بهش میگن فایل پایل. اما مدیریت ذخیره و بازیابی فایل متدهای مختلفی داره. امروز حجم کمی از اطلاعات رو مثل رنگ پس‌زمینه نوتپد، فونت جاری نوتپد، عرض و طول نوتپد الی آخر که حجم کمی از اطلاعات میشه رو تو فایل پایل می‌نویسن. فایل پایل رو برنامه نویس مدیریت میکنه به همراه سیستم عامل. اما امروز حجم زیادی از اطلاعات توسط فایل پایل ذخیره و بازیابی نمیشه. برای اون کار فایل هایی داریم به اسم فایل های شاخصدار، یا بهتر بگیم فایل های بانک های اطلاعاتی، که نرم افزارهایی هستن که حجم زیادی از اطلاعات رو برای ما به صورت بهینه ذخیره و بازیابی میکنن. در بخش های بعدی ذخیره و بازیابی حجم زیادی از اطلاعات به کمک نرم افزارهای بانک های اطلاعاتی رو یاد میگیریم. اما اینجا میخوایم ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط فایل پایل رو یاد بگیریم، یا فایل کپی، بدون هیچ ترتیب اطلاعات درون حافظه جانبی نوشته بشه. خب از کجا شروع میکنی؟ از اینجا که میخوایم کاری کنیم که این رنگ پس زمینه دائمی بشه. یعنی اگه من اینجا آبی انتخاب کردم، خارج شدم، دفعه بعد اومدم، پس زمینه آبی باشه. خب ما باید در لحظه خروج نرم افزار یه فایل رو حافظه جانبی ایجاد کنیم و رنگ پس زمینه رو در اون بنویسیم. لحظه که نرم افزار بسته میشه، مفهومی ایجاد میشه، رخدادی اتفاق میفته به نام فرم کلوزینگ. برای این فرم کلوزینگ یه رخداده. زمانی که نرم افزار داره بسته میشه، برای فرم کلوزینگ اتفاق میفته. فرم کلوز زمانی اتفاق میفته که کاملا فرم بسته شده. فرم کلوزینگ ابتدا اتفاق میفته، در ادامه اون فرم کلوز، هر دوش به درد کار ما میخوره. زمانی که فرم در حال بسته شدنه، من میخوام اطلاعاتی که میخوام ماندگار کنم و داخل یه فایل ذخیره کنم. خب پس فرم کلوزینگ رو انتخاب میکنیم. پس فرم لود زمانی که فرم باز میشه اتفاق میفته، و فرم کلوزینگ زمانی که فرم بسته میشه. خب این رخداد ایجاد شد. تنها کاری که میکنم، میخوام روی حافظه در لحظه بسته شدن فرم کلوزینگ اتفاق میفته، در اون فرم کلوزینگ ما میخوایم توی یه فایل رنگ پس زمینه رو دائمی کنیم. برای منظور در دات نت، برای اینکه کار با فایل سیستم اتفاق بیفته، کار با فایل ها اتفاق بیفته، یه فضای نام ایجاد شده به اسم system.io. یعنی فضای نام io فضای نامیه که تمام امکانات ورودی خروجی در اون قرار داره. بنابراین فضای نام سیستم یه فضای نامی داخلشه به اسم io. در اون فضای نام IO کلاس ها و اجزای متناسب با ورودی خروجی قرار داره. یکی از کلاس های موجود به اسم فایله. فایل تمام امکاناتی که برای کار با یک فایل سیستم عامل وجود داره را در خودش داره. فایل اسم یک کلاسه، اجزای داده‌ای و تابعی داره. بیشترشون اجزای تابعی هستن. خب واضح از کپی، یک فایل رو کپی میگیره، یک فایل ایجاد میکنه، فایل متنی ایجاد میکنه، حذف میکنه، دیکریپتش میکنه، به معنی اینکه از حالت کد شده درش میاره، انکریپتش میکنه، کدگذاریش میکنه الی آخر. هر کاری دلتون بخواد میتونید با کلاس فایل روی فایل های سیستم انجام بدید. به عنوان مثال شما میدونید مثلا متد اگزیست، آب گفته اگزیست این مسیر میگیره، اگه اون فایل موجود باشه ترو برمیگردونه، اگه روی حافظه جانبی تو اون مسیر گفته شده موجود نباشه فالس برمیگردونه. همینطور که شما میتونید با فایل کار انجام بدید، فرض کنید فایل رو دیلیتش، یه مسیر میگیره، در صورتی که اون فایل موجود باشه حذفش میکنه روی حافظه جانبی، حالا هارد دیسک، فلش یا هر چیزی. در صورتی که بخوایم با فایل ها کار نکنیم، با دایرکتوری ها کار کنیم، فهرست ها کار کنیم،
دایرکتوری هم وجود داره. کلاس دایرکتوری برای کار با دایرکتوری، مثلا ایجاد کردنش، حذف کردنش، وجود یا عدم وجودش، چک کردنش الی آخر. برای این سیستم دات آی او یه فضای نامیه که اعمال آی او توسط اون انجام میشه. ما کلن یا فایل داریم یا فولدر که با کلاس فایل فایل ها رو مدیریت میکنیم، با کلاس دایرکتوری فولدر ها یا همون پوشه ها رو مدیریت میکنیم. خب میخوایم تو فایل بنویسیم. نوشتن در فایل یعنی دائمی کردن، یعنی رو حافظه جانبی نوشتن دائمی کردن. خوندن از فایل یعنی اطلاعات دائمی شده رو بخونیم بیاریم تو رم که استفاده کنیم. خب نوشتن واضح است که باید با write شروع شه. write all byte, write all line, write all text. متدهای مختلف نوشتن هم که به مرور زمان ازش استفاده میکنیم. write all text کل متن رو مینویسه. همونطور که از نام پارامترهای ورودی واضح هست، اولی نام و مسیر فایلی است که قراره روی حافظه جانبی ایجاد بشه و توش اطلاعات ذخیره شه. string path. path نام و مسیر فایلی که قراره ایجاد بشه یا موجود قراره توش بنویسیم. string content محتوایی است که قراره بنویسیم، اون متن یا داده‌ای هستش که قراره تو فایل بنویسیم. فرض کنید فایلی که قراره رنگ پس‌زمینه رو نگهداره می‌خوایم تو درایو C ایجاد کنیم. پس بعد یه رشته ایجاد کنیم، نام و مسیر فایل c://layout.txt. لازم نیست حتما پسوند txt باشه. پسوند و txt میذارم فقط بابت این موضوع که به راحتی بتونم توسط نوت پد ویندوز بازش کنم. حالا داده‌ای که قراره تو فایل بنویسیم، ما میخوایم رنگ پس زمینه رو بنویسیم. پس text نوت پد back colorش، چون قراره رشته بنویسیم، نیمش خودش استرینگه. خب یعنی در فایل به اسم layout.txt نام رنگ پس‌زمینه رو بنویس. این رخداد زمانی اجرا میشه که فرم در حال بسته شدن باشه. پس لحظه که داریم از نرم افزار خارج میشیم، چیزی که توی رم به اسم backColor داریم و داخل فایل مینویسیم، دائمی میشه. در اجرای بعدی از فایل میخونیم، اعمال میکنیم که احساس شه رنگ خروجی با رنگ ورودی یکیه. فقط دقت کنید اینجا یه اروری گرفته شده، چون در زبان C بکسلش یعنی شروع کاراکتر کنترلی، بکسلش N برو خط بعد، بکسلش R اینتر، بکسلش B بکسپیس الی آخر. بنابراین بکسلش توی رشته ها به معنی کاراکتر کنترلیه. برای اینکه بگیم این کاراکتر کنترلی نیست، در زبان C باید دابل بکسلش بزنیم. وقتی دوبار بکسلش بزنیم یعنی خود تک بکسلش. در زبان C#، راه دیگه ای هم برای برطرف کردن این مشکل گذاشتن. پشت هر رشته ای ادساین بذارید، یعنی کاراکترهای درون اون رشته کاراکتر کنترلی محسوب نمیشن. این فقط تو C# امکان داره. تو C باید هر جا بکسلش به کار ببرید دابل بکسلش باشه، به معنی که کاراکتر کنترلی نیست. دابل بکسلش در نظر گرفتن یه تک بکسلش تو زبان C. اما میتونیم به جای این کار پشت رشته ادساین بذاریم. رشته ای که پشتش ادساین باشه یعنی کاراکتر کنترلی توش نداریم. بنابراین بکسلش N به معنی برو خط بعد دیگه توی همچین رشته ای نیست. از هر راهی که راحت ترید استفاده کنید. خب انتظار داریم لحظه که نرم افزار بسته میشه یک فایل روی حافظه جانبی ایجاد بشه به اسم layout.txt داخل درایو C و رنگ پس زمینه توش ذخیره بشه. برنامه رو رام میکنم. رنگ پس زمینه رو آبی میکنم. از نرم افزار خارج میشم. قطعا لحظه بستم فرم کلوزینگ اتفاق افتاده. فرم کلوزینگ فایل مورد نظر رو تو درایوی که گفتیم ایجاد کرده. بریم چک کنیم ببینیم هست. همینطور که میبینید تو درایو C یه فایل ایجاد شده به اسم layout.txt. مخصوصا پسوند .txt گذاشتم که با نوت‌پد راحت باز شه. همینطور هم که میبینید حاوی نام رنگی که آخرین لحظه رنگ پس زمینه نوت‌پد بوده. بنابراین رنگ دائمی شده. اگر مسیر نمی نوشتیم
فقط نام فایل رو می نوشتیم، در مسیر جاری فایل ایجاد می شود. مسیر جاری همون جایی هستش که فایل اجرایی برنامه قرار داره، یعنی هر جایی که برنامه در انتها نصب شد و اند یوزر شروع به استفاده کرد. که خب معمولا مسیر نمی نویسن. ما اینجا مسیر نوشتیم که راحت بهش دسترسی داشته باشیم. برنامه رو رام می کنیم، اما کماکان سفیده، یعنی آبیه اعمال نشد. واضح هست توی فایل نوشتن دائمی کرده، اما در لحظه باز شدن فرم باید ما اطلاعات رو از سوی اون فایل میخوندیم، اعمال میکردیم تا رنگ لحظه خروج با رنگ لحظه ورود یکی بشه. فرض کنید مجددن قرمزش میکنم، از نرم افزار خارج میشم. همینطور که میبینید توش قرمز نوشته شده. حالا لحظه که برنامه اجرا میشه، میشه فرم لود. فرم لود زمانی هستش که فرم باز میشه. میخوایم بریم اطلاعات رو از تو فایل بخونیم، به عنوان رنگ زمینه اعمال کنیم. خب تمام کار با فایل ها تو سیستم IO فایل، همونطور که نوشتن read write وجود داشت. read برای خوندن اطلاعاته، read all text. همونطور که میبینید یه رشته به عنوان نام و مسیر فایل میگیره، کل اطلاعات تو فایل رو میخونه، به عنوان رشته برمیگردونه. برای این پث فایلیه که باید اطلاعات از توش خونده بشه. خب ما اینجا فایلمون رو داریم. خب خروجی چیه؟ رشته‌ای حاوی اطلاعاتی که تو فایل خونده شده. میتونیم یه استرینگ تعریف کنیم. S حاوی اطلاعاتی که تو فایل خونده شده باشه. S تو رمه، layout.txt توی هارده. حالا S رو میتونیم به عنوان رنگ پس زمینه قرار بدیم. نامو میخواد، نام رنگ داخل اس. بنابراین میتونستیم مستقیما هم بخونیم، یعنی میتونستیم مستقیما این تیکه رو داخل color.fromName بذاریم. برای واضح شدن چند خطی نوشتیم. از داخل فایل رنگ ذخیره شده رو میخونیم، نام رنگ رو تو اس داریم، میدیم به fromName، از color رنگ به دست میاد. کد کاملی نیست، اما ماندگار شدن نشون میده. آخرین لحظه در لحظه خروج قرمز بود، در لحظه ورود هم قرمزه. برای اگه سبز بذاریم، خارج چیم. هر نرم افزاری که چیزی رو دائمی میکنه از حافظه جانبی استفاده میکنه، یا از فایل های ساده استفاده میکنه، یا از فایل های بانک اطلاعاتی، که فایل های بانک اطلاعاتی رو در تمرین بعدی میبینیم. ولی اگر ویندوز هم پس زمینش رو دائمی میکنه، در یه فایل نام و مسیر فایل رو دائمی میکنه که در لحظه خروج دائمی میکنه، در لحظه اجرای مجدد فایل رو میخونه و اعمال میکنه. بنابراین تکنیکی که داریم برای ذخیره و بازیابی اطلاعات در اینجا استفاده از فایل کپیه، فایل بدون هیچ ترتیب خاصیه. خب حالا فرض کنید این فایل رو از روی هارد دیسک حذفش کنیم. برنامه رو مجدد اجرا میکنیم. یه رانتایم ارور اتفاق افتاده.
چون سعی میکنیم از فایلی که وجود نداره اطلاعات بخونیم. کد رو میخوایم جوری تغییر بدیم که اگه فایل وجود داشت از توش اطلاعات رو بخونیم و اعمال کنیم، اگه وجود نداشت به صورت پیش‌فرض جلو بریم. بروری که وسط اجرا پیش بیاد و کار قطع بشه میگن ران تایم ارور. میگه فایل layout.txt وجود نداره. خب ما چک میکنیم اگه فایل وجود داره این مسیر رو طی میکنیم، اگه وجود نداره اصلا این مسیر رو طی نمیکنیم. بنابراین می‌نویسم اگر فایل موجوده خب دیدید که یه متد وجود داره به اسم exist، نام مسیر و فایل رو میگیره، در صورت موجود بودن true، در غیر این صورت false برمیگردونه. فایل ما اینجا اسمش بود c:\layout. خب اگه وجود داشته باشه میشه true، وارد if میشه، وجود نداشته باشه میشه false و وارد نمیشه. میتونیم اینجا هم بگیم مساویه true، ولی لازم نیست. یعنی اگه خروجی این true بود وارد شو. ننویسیم هم به همین معنیه. خب اجرا میگیریم. الان فایل موجود نیست. رام میشه. سفیده. تغییر میدم. خارج میشم. وارد میشم قرمزه. خب الان فرض کنید اند یوزر این فایل رو پاک کنه. همینطور که میبینید ران تایم ارور داده نشد، چون فایل وجود نداشت به صورت پیش فرض نشونش داد. مجدداً دقت کنید، ما رنگ رو به آبی تبدیل میکنیم، خارج میشیم، وارد میشیم، پس زمینه دائمی شده. اما اگه دقت کنید چکته درست کار نکرده، این تیکه رو وایته، انتظار داشتیم رو بلو باشه. یعنی اینی که الان رو گرینه رنگ رو دائمی میکنیم، اما این تیک رو دائمی نمیکنیم که رو گرینه. میخوایم این کارم درست کنیم. برای من اگه خارج شم وارد شم، با این که پس زمینه سبزه اما تیک روی وایته. خب این کد لود یه مقدار باید تغییر کنه. خیلی درست نیست رنگو بخونیم و تو پس زمینه بریزیم. ما قبلا این کار رو یه بار انجام دادیم. اگه یادتون باشه تابعی نوشته بودیم به اسم set bk. کارش چی بود؟ تنظیم کردن رنگ back color. یه کدی که یه جا نوشتیم حق نداریم یه جای دیگه بنویسیم. باید صدا بزنیم. یعنی ما باید این تابه رو صدا میزدیم. خب بنابراین کافیه که این کار رو کنیم. اینجا از فایل خوندیم. یه منو ایجاد کنیم. Tool Strike Menu Item. هر اسمی دلتون میخواد. مثلا Temp مساویه نیو تول استرایب منو آیتم. یک گزینه منو به اسم تمپ ساختیم. تمپو متنش رو تنظیم میکنیم به اس. درده گفتم بدون اس هم میشه نوشت. حالا ما یه منو داریم دیگه، مستقیمن این کار انجام نمیدیم. به جای این خط تابع ست بیکالر رو صدا میزنیم. خب یه سندر میخواست. تمپو برای همین ساختیم. تمپ موجب فراخوانی شه. چون درونش از سندر استفاده کردیم تمپو پاس میدیم. چون از ای استفاده نکردیم نال پاس میدیم. حالا خوبیش اینه که تو لود اگه فایل وجود داشت یه منو میسازیم، متنشو تنظیم میکنیم، منو رو به عنوان فراخواننده set bcolor پاس میدیم. set bcolor به جز اینکه رنگو تنظیم میکنه، چک رو هم تنظیم میکنه. خوب دقت کنید این خط کامنت شده، اجرا نمیشه.
اما این ست بیکالره موجب میشه رنگ تنظیم بشه. آبی میذاریم، خارج میشیم، وارد میشیم، احتمالا تنظیم نشده باشه. خب به این میگن سمانتیک ارور، اسم دیگهش میشه لاجیکال ارور، ارور معنایی. شما بعضی مواقع خروجیتون درست نیست، گفتیم خط به خط اجرا بگیرید ببینید چرا اینجوری میشه. میذارمش اینجا، بریک پوینت میگن، ران میگیرم، تا اینجا اومد چون لود اجرا شده، تمپ ایجاد شده و تمپ تکسش بلوه. برای اینکه خط به خط اجرا بشه F10 یا F11 میزنیم. ست بیکالر فراخوانی شد. خوب دقت کنید، سندر متنش بلوه، داده میشه به فرام نیم، پس زمینه آبی میشه. بعد شروع میشه، X میشه عنصر اول، آیا برابر با سندره؟ خیر. آیا عنصر دوم برابر با سندره؟ خیر. همینجور داره کار میکنه. خارج شد، یعنی هیچ گزینه‌ای با سندر یکی نشد. خب درست هم هست، چون سندر تمپه، هیچ یک از گزینه‌های منو نیست. برای من میفهمیم که مشکل اینجاست. ما گفتیم آیا هر یک از گزینه‌های موجود توی بک کالر مساوی سندر هست یا نه؟ خب هیچ کدوم نیستن، چون ما روی هیچ کدوم از گزینه‌ها کلیک نکردیم، با یک زیرمنوی به اسم تمپ داریم فراخوانی می‌کنیم. یه راه سادهش اینه که به جای این خط این تغییر رو بدیم، از متن استفاده کنیم. آیا x.text مساوی با متن کسی که موجب فراخوانی شده هست؟ سندر مرجعی برای تمپ میشه، بنابراین متن سندر با متن تمپ یکیه. خب اگه گزینه اول متنش با این یکیه تو رو کن، در غیر این صورت از متن استفاده کردیم، مجدد رام میگیریم. خط به خط رو کنسل میکنیم. حالا رو گرین بذاریم، خارج چیم، حتی رو رد گذاشتیم، خروجی رده، گرین بذاریم، خارج چیم، به جز اینکه رنگ پس زمینه سبز تنظیم شده، چکتم تنظیم شده. راه دیگه ای هم داشت، میتونستیم به جایی که یه تمپ ایجاد کنیم متنشو با متن خونده شده از فایل یکی بذاریم، به عنوان ست بک کالر پاس بدیم، یه حلقه فوریچ اینجا میزدیم، توی زیر منوهای بک کالر گزینه منوی رو پیدا میکردیم که متنش با متن خونده شده از فایل یکیه، اون رو به عنوان سندر پاس میدادیم. اگر از روش دوم استفاده میکردیم لازم نبود کد ست بک کالر رو تغییر بدیم. خب همینطور که دیدید تونستیم دائمی کنیم، یعنی اگه چیزی در زمان اجرا اتفاق افتاد در اجرای بعدی اعمال شده است. هدف این بخش این بود که بگیم فایل چیه؟ فایل قطعه از حافظه جانبیه برای دائمی کردن اطلاعات. اطلاعات یا تنظیماتی که در اجرای قبلی وارد کردیم میتونیم در لحظه خروج تو فایل بنویسیم تا در اجراهای بعدی از فایل بخونیم و استفاده کنیم. خب اگه دقت کنید، اگه تو خروجی استاتیوس بار رو ظاهر کنیم روی اسکرول قرار میگیره. خب خیلی منطقی نیستش. دلیلش ترتیب قرار گرفتن کنترل هاست، به همون زوردر. به این معنی که
این کنترل ما نسبت به تکست باکس تاپ قرار گرفته، برای همین اسکرول تکست باکس دیده نمیشه. برای اینکه زورده رو تنظیم کنید رو کنترل دات راست کلیک میگیرید، با send to back یا bring to front تنظیمش میکنید. من send to back میکنم، برای این تکست باکس بالاتر از استاتیوس بار قرار میگیره و مشکل حل میشه. برای این بود و نبوده میله وضعیت موجب مخفی شدن اسکرول نمیشه. در ادامه ورد رپ رو می نویسیم. ورد رپ دیدید به صورت پیش‌فرض فالسه، یعنی اگر متن بیشتر از ابعاد چیزی که می بینیم بشه اسکرول اتوماتیک ظاهر میشه. اما میتونیم بگیم به جای اینکه اسکرول ظاهر بشه متن شکسته بشه. ورد رپ رو چک دان کلیکش ترو میکنیم. یعنی با هر بار کلیک کردن یه بار چک داشته باشه یه بار چکش برداشته بشه. بخش تکست باکس ورد رپش رو قرار میدیم چکت ورد رپ از منو. اگه در خروجی دقت کنی چون ورد رپ بای دیفالت فالسه مت شکسته نمیشه، اسکرول خورده میشه. مت شکسته میشه و اسکرول دیگه معنی نداره.